بعضی اوقات یه سوالایی از آن میپرسن بعد خودم میمونم، یعنی اصلا سوال نه، یه حرفایی میشتم که خودم میمونم چطور ممکنه این حرف زده بشه، اصلا برای چی باید در مورد این قضیه فکر بشه. بعد میبینم که خب به خاطر اینکه توضیح ندادیم، یعنی من اگر که اینجا نشستم در مورد این قضیه بهتون میگفتم توضیح میدادم خب قطعا این حرف زده نمیشد دیگه. بریم سراغ این که من توضیح بدم بهتون که آقا لپتاپ یعنی چی، دسکتاپ یعنی چی. تو لپتاپ قاعدتا نباید بشه سی پی یو رو عوض کرد و کلا این حرف یه حرف اشتباهیه. بریم سراغ برنامه. خب سلام بچه ها، چطورین؟ من با هویج دانا برگشتم، چون می دیدم من خیلی هویج دوست داشتین و تو کامنت ها خیلی ازش درخواست کردین که برگرده، اینم که چون دیگه هویج دلرحمی و دوستتون داره برگشت. من اخیراً، یعنی اخیراً که یکیش توی گروه بینوشا کامنت بوده که این حرف رو زد و حالا قبلاً هم شنیده بودم در مورد این قضیه که یه سری میگن که نه سی پی یو فلان سری از لپتاپ کلا قابل تعویضه، جی پی یوش کلا قابل تعویضه. بعد من اینجوری هم که وات. بعد حالا بیام خورد صحبت کنیم در مورد که این قضیه اصلا ممکن هست، چطوری میشه، چرا نمیشه رو اکثریت لپتاپ انجام بده. اما قبل اینکه بریم سراغ این قضیه ازتون میخوام که اگر که هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید، اون زنگ بغلش هم بزنید. اگر هم که برنامه رو تو اینستاگرام میدید همین الان این دکمه فالو رو از این بالا بزنید یا الان این پایین نمیدونم کجاست هر جا هست و لایک و سیو هم بکنید. دمتون گرم. راستی این اینستاگرام من هم صفحش نمیچرخه، یعنی یه قضیه پیش اومده اینجوری نمیتونم اینجوری ببینم اینستامو، هم اینجوریه هم نمیتونم پاز کنم. اگر که شما هم این مشکل رو دارید این پایین مثلا بنویسید، واقعا خیلی اذیت کننده است. مسخره شده مسخرهشو در آوردن. آره واقعا اصلا خیلی وقت این واسه منه. بنسا آره خلاصه دیدم که یکی وایس داده به یکی از ادمینای گروه بینوشا کامنت که لینک گروه بینوشا کامنت این پایین میذارم، کانال تلگرام هم حتما جوین بشید. یکی گذاشته که آره من دیدم لپتاپای راگ همشون سی پی یو جی پی یوشون قابل تعویضه. بعد اینجوری بودم که وات. ببین اصلا یه همچین حرفی حرف درستی نیست. ما تو دنیای کامپیوترها هم بخوایم، یعنی کامپیوترهای دسکتاپ ها هم بخوایم اگه سی پی اونو عوض کنیم، جی پی اونو عوض کنیم، به هزار تا المان باید فکر کنیم. خب و سی پی یو جی پی یو عملا قابل تعویض نیست روی لپتاپ، جدایی از اینکه خب یه سری لپتاپ ها قابل تعویض خاص اون لپتاپ ها، به اونا میگن دسکتاپ ریپلیسمنت، یعنی جای لپتاپ هایی که جایگزین دسکتاپ هستن. و حالا سر همین برای من خیلی عجیب بود این حرف. غیر ممکن نیست اگر که بخوایم سی پی یو رو عوض کنیم روی لپتاپ، ولی جی پی یو تقریبا غیر ممکنه و خود دسکتاپ رو هم بخوایم سی پی یو و جی پی یو رو عوض کنیم باید به چند تا چیز فکر کنیم. اول میرم سراغ لپتاپ و در پایان در مورد دسکتاپ صحبت می‌کنم براتون. توی لپتاپ خب به خاطر اینکه شرکت سازنده، خود شرکت سازنده به صورت آزاد هیت پایپ ها رو براتون قرار میده، فنها رو براتون قرار میده، جای خروج و ورود هوا رو براتون قرار میده، امکان این که شما بیاید یک سخت افزار دیگه ای رو که اصل حرارت لپتاپ ازش میاد و بذارید جای اون سخت افزار اصلی لپتاپ که روشه، سخت افزاری که خود کارخونه گذاشته روشه، تقریبا کار غیر ممکنیه. یعنی اگر که شما بتونید سی پی یو لپتاپ رو، چیپش رو وردارید هم احتمال این که لپتاپتون سازگار بشه با اون سی پی یو جدید خیلی پایینه. چرا؟ چون گفتم مثلا اون هیت پایپی که اونجاست، اون کولینگی که اونجاست، اون مادربردی که برای اون سوکت ساخته شده خب خیلی متفاوته. هر سی پی یوی از یک سوکتی پشتیبانی میکنه برای استفاده شدن ازش و سر همین اگر که بخوای یه سی پی یو رو بذاری یک لپتاپ، کل سوکت مادربرد اون لپتاپ باید عوض بشه. سوکت یک مادربرد که برای سی پی یو قرار گرفته شده سوکتی نیستش که قابل تعویض باشه. مثلا بگی نه من کل مادربردم اینجاست، این سوکته، مثلا AMD رو برمیدارم یه سوکت اینتل میذارم روش، سی پی یو اینتل میذارم رو لپتاپم، نه همچین چیزی ممکن نیست. اول از همه اینو بهتون بگم، حتی توی نسل‌های مختلف هم چیزی ممکن نیست. یعنی سوکت سی پی یو های نسل 11 اینتل چه روی لپتاپ چه روی دسکتاپ با هم متفاوته. حالا سوکت لپتاپ یا به خاطر اینکه گفتم طراحی مادربرد و کولینگش یه طراحی خاصیه،
غیر قابل تعویضه. یعنی اینا آنبورده، سی پی یو رو میذارن اونجا، شما نمیتونی برش داری. آره الان میخوان چند نفر کامنت بذارن با فلان دستگاه و فلان امکانات میشه، آره با یه سری امکانات میشه عوض کرد، اونم فقط به خاطر اینه که مثلا اگه لپتاپت خراب شد ببری بدی. مثلا نمایندگی ایسوس توی امارات که اونا دستگاهش رو دارن، سی پی یو اگه سوخت چیپت مادربردت سالم بود، اینا فقط سی پی یو عوض کنن. اما این فقط سی پی یو. در مورد جی پی یو قضیه خیلی پیچیده تره. چرا؟ چون نمیدونم جی پی یو کامپیوتر دیدید یا نه. جی پی یو کامپیوتر چجوری بگم، یه چیز ضخیم گنده نداریم اینجا ها. نه جی پی یو کامپیوتر بخوام بهتون بگم یه چیزیه، حداقل طولش انقده. خب حالا ارزش این نیست، ارزش خیلی بیشتر از اینه، حداقل انقده. یعنی مثلا یه دونه سی 60 کوچولو دوال فن داشته باشیم ما، یا سی 50 تک فن، سایز طول و ارزش تقریبا اینه. ضخامتش از این خیلی بیشتره ها، یعنی ضخامتش حداقل 5 برابر اینه، یه همچین چیزیه. ولی ما توی لپتاپ یه لپتاپی داریم که ضخامتش اندازه این موبایله و اصلا 3050 میذارن روش یا 2050 میذارن روش. چطور این ممکنه به این صورت که اصل این ضخامتی که این جی پی یو داره استفاده میشه ازش، اصل این ضخامت روی سیستم کولینگ و ونتش و فنش و فلان و ایناست. حالا اینا رو میان کلن از هم باز میکنن، روی جی پی یو رو کلن بازش میکنن، یعنی باز که نمیکنن، بخوان جی پی یو رو به شما بفروشن میبندنش. کلن جی پی یو رو میان یه دونه جی پی یو توش وسطش چیپ داره، چیپه رو میزن روی مادربورد و لپتاپتون. یه سری هم ویرم داره، شنیدید دیگه، میگن که مثلا سی 60 6 گیگابایت رم داره، ویرم داره. خب این بلاکای رمش هم دور چیپ گرافیک میچینن داخل مادربورد. خب من فکر نکنم راهی وجود داشته باشه که بتونیم ما جی پی یو یک لپتاپ رو عوض کنیم. حتی میگم اونی که توی ایسوس نشسته و سی پی یو رو میتونه عوض کنه، بعیده بتونه جی پی یو رو هم عوض کنه. شاید چیپ جی پی یو رو بشه برداشت عوض کرد، ولی جی پی یو قابل تعویض نیست. چرا؟ چون که همه چیز جی پی یو داخل مادربورد لپتاپ آنبورد ساخته میشه. یعنی کل جی پی یو سی 60 سی 50 سی 70 سی 80 سی 70 سی همه رو داخل خود لپتاپ میذارن و روی خود مادربورد لپتاپ اینا دیزاین میشه و ساخته میشه. ما مثلا خب رمی که برای سی پی یو استفاده میشه تو خیلی لپتاپ قابل تعویضه و داخل بورد نیست و سر همین رمو میشه عوض کرد. به خاطر همون سی پی یو رو تحت شرایط خاص با یک دستگاه خاص میشه عوض کرد، ولی جی پی یو رو واقعا نمیشه، چون که کل ویرم دستگاه، کل اجزای جی پی یو رو ما داخل خود مادربورد لپتاپ داریم، سر همین نمیشه عوضش کرد. اما در مورد دسکتاپ چی؟ در مورد دسکتاپ باید ببینید که چه مادربوردی داری. مادربورد ها خب سوکت های مختلف دارن و این سوکت های مختلف برای سی پی یو های مختلف تو بازاره. مثلا سوکت نسل 11 اینتل با سوکت نسل 12 اینتل سازگار نیست. یعنی اگر که مادربورد Z590 داری نمیتونی بری سی پی یو نسل 12 بخری بذاری روش. اگر که Z690 داری نمیتونی بری نسل 11 بخری بذاری روش، چون این سی پی یو به اون سی پی یو نمیخوره. یعنی توی دسکتاپ هم قضیه به این راحتی نیستش که بگی خب اوکی من یه دونه کامپیوتر تو خونه دارم قدیمیه، مال مثلا 7 8 سال پیشه، برام یه دونه سی پی یو نسل 12 اینتل بخرم بذارم روش. نه نمیتونی بذاری روش، چون توی این 6 سال فکر کنم حداقل 4 بار اینتل سوکتشو عوض کرده و عمرن نمیتونی روی مادربورد مثلا 6 سال پیش سی پی یو الان اینتل بذاری. در مورد گرافیک قضیه یه خورده بهتره و نمیشه گفت به اون صورت به این پیچیدگی سی پی یو قضیه، ولی خب به خاطر اونم چون به هر حال گرافیک باید به یک ارتباطی وصله، به یک سوکتی وصله که بتونه با کامپیوتر ارتباط داشته باشه، احتمال داره بخوره این گرافیکتون به مادربورد قدیمیتون. مثلا ممکنه 3060 بگیری به مادربورد قدیمی که داری بخوره 3060، ولی اینو بگم که احتمال داره فول پاور نتون از مادربورد استفاده کنه. چرا؟ چون که شنیدین دیگه، میگن توی SSD ما PCIe مثلا جن 4 داریم، PCIe جن 3 داریم. خب همه اینا هست، کاملا هم درسته، اما این PCIe جن 4 و جن 3 داخل مادربورد هم وجود داره و گرافیک از یه سری مموری لین برای ارتباط با اجزای دیگه مادربورد استفاده میکنه.
سر همین این اجزای دیگه مادربورد باید بتونن با همون سرعتی که گرافیک ساخته شده باهاش صحبت کنن. وقتی مادربوردتون قدیمی باشه این مموری لینا سرعتش به شدت میاد پایین، این باسا سرعتش به شدت میاد پایین و نمیتونه گرافیک با همون سرعتی که ما میخوایم با مثلا سی پی یو صحبت کنه. بعد مثلا خب سی 60 روی مادربورد قدیمی پرفورمنس پایینتری میده، سی 70 پایینتر پرفورمنس میده تا یه دونه مادربورد جدید مثلا Z690 اکستریم ایسوس. سر همین قضیه آدمی خورده باید مراقب باشه، حواسش به این قضیه باشه که داره چی میخره، چی کار میکنه. قطعا راهنمای خرید مادربورد و دسکتاپ واسهتون میذاریم، دو تا راهنمای خرید لپتاپ هم پیش رو داریم که حتما براتون میذاریم، ولی این قضیه وجود نداره. یعنی درسته یک سری لپتاپ با سی پی شون قابل تعویضه، ولی این قضیه رو از ذهنتون بندازید دور، از ذهنتون خارج کنید، دیفالتتون رو بزنید روی اینکه لپتاپ ها سی پی شون غیر قابل تعویض. چون 99% لپتاپ های دنیا، یعنی 0.01% لپتاپ های دنیا سی پی شون قابل تعویضه. تصورتون بزنید روی این قضیه که اصلا سی پی یو قابل تعویض نیست روی لپتاپ، جی پی یو که کلا نمیشه، از اون برام روی مادربورد و دسکتاپتون حواستون به این قضیه باشه که قدیمی نباشه زیاد. یه بنده خدایی بود توی کانال خارجی لاین استک تیپس داشت واسه کارمنداش واسه تبلیغ اینتل سیستمای 5000 دلاری میده، حتما برید چک کنید، اسمش اینتل اکستریم تکه. بعد اینو مادربوردم قدیمی و فلان اینو آورد بالا، دیدن که مادربورد پشتیبانی نمیکنه سقط واسه که خریدن، مجبور شدن رفتن یه دونه مادربورد فکر کنم H610 خریدن آوردن که بخوره به این مثلا سی پی آی نسل 12 اینتل و سخت افزار جدیدی که استفاده میکنه. مشکل خاصی هم نداشت بابا. ممنون که من رو دیدین. اگر که با سوالی داشتین حتما اینجا کامنت کنید، این زیر جوابتون رو میدیم، یا این که اگر که خواستین میتونید بیاین تو گروه بینش کامنت، اونجا هم جوابتون رو میدیم. دمتون گرم که همراه بودین. خدافظ. تپش زهر گرفتم. اول از یکم کنید. من آب بخورم. خب. این پنجره نمیفته تو خاطر.